نگرانی از سوء استفاده جنسی از پاره کودکان و نوجوانان دغدغه تمامی جوامع بشری و خانواده ها بوده و هست. اینکه خانواده ها چگونه با این معضل کنار آمده و یا مقابله و پیشگیری نمایند و فرزندان خود را از قرار گرفتن در چنین شرایطی توجیه و مسئول نمایند موضوعی بسیار مهم است. آزار جنسی کودک یعنی هر نوع رفتار جنسی با کودک خردسال که در دو سطح صورت میگیره. سطح اول سطحی هستش که فرد متجاوزگر با کودک تماس داره، فرد رو لمس میکنه و از کودک میخواد که اون رو لمس بکنه و یا رابطه جنسی کامل با کودک داره. سطح دوم سطحی هستش که هیچ گونه تماسی بین متجاوزگر و کودک صورت نمیگیره و کودک رو برهنه میکنن و یا از کودک میخوان که بدن برهنه اونها رو ببینه و یا از الفاظ رکیک و جنسی صحبت میکنن و یا اینکه از کودک میخوان که رفتار جنسی اونها رو ببینه و یا فیلم های مستحجن رو ببینه. همه ما بچه هامون رو دوست داریم و قصد داریم که در مقابل خطرات مختلف از اونها محافظت بکنیم. بعد این هستش که ما نمیتونیم تمام خطرات رو از کودکانمون موجب بشیم که این مشکلات براشون به وجود نیاد. فقط میتونیم که کودکانمون رو آموزش بدیم تا در قبال این خطرات از خودشون مراقبت بکنن. سوء استفاده جنسی در تمام گروه های سنی صورت میگیره. زشت و زیبا نداره، دختر و پسر نداره، باهوش و کم توان ذهنی هم نداره، یعنی در تمام گروه های سنی و از نظر موقعیت اجتماعی برای کودکانمون رخ میده و اغلب افراد نزدیک به کودک و یا آشنا با کودک هستن که کودک رو مورد سوء استفاده قرار میدن. ما اغلب به کودکانمون برمیگردیم میگیم از غریبه ها چیزی نگیری یا با غریبه ها حرف نزنی، در صورتی که بیشتر خطرات از طرف کسانی هستش که کودک رو میشناسن و کودک بهشون اعتماد داره و همین موجب میشه که حس بدی در کودک به وجود بیاد. من این که به عموم داییم پدر بزرگم اعتماد دارم، چرا داره با من همچین کاری رو انجام میده؟ اغلب کودکان وقتی که مورد سوء استفاده قرار میگیرن سعی میکنن که این مسئله رو فاش نکنن، چون فکر میکنن که فاش کردن این مسئله گناه اونها رو چند برابر میکنه. در اینجاست که والدین عزیز باید به مسائلی که خدمتون عرض میکنم توجه داشته باشن، یعنی به سوالاتی که کودکان از ما میپرسن. بچه میاد از شما میپرسه میگه مامان آیا رازداری کار بدیه؟ آیا باید به عمو و دایی اجازه بدم که منو بوس کنن؟ آیا باید روی پای عمو و دایی یا پدر بزرگم بشینم؟ آیا کسی حق داره که به پاهای من دست بزنه؟ این سوالات نشان دهنده این هستش که کودک ما در معرض سوء استفاده جنسی هستش. بعضی هم کسانی که از بچه‌های ما سوء استفاده می‌کنن و یا متجاوزین از کودک می‌خوان که این مسئله رو فاش نکنه و میگن که این یک رازه. اگر به کسی بگی کودک رو تهدید میکنن که پدرت و مادرت رو میکشیم و یا برای خودت خطرات مختلفی رو به وجود میاریم. در اینجا ما باید به رفتارهای کودکمون دقت بکنیم. رفتارهایی مثل گوشه‌گیری، خط خطی کردن، حین نقاشی می‌بینیم که لای پا رو یا روی پا رو خط خطی میکنن، سیاه میکنن یا افراد خاصی رو با رنگ‌های تیره میکشن. گوشه نشینی و انزوا و مضطرب هستن، غذا کمتر میخورن، اشتهاشون کور شده و یا میبینیم که برای رفتن به بعضی از فعالیت‌هایی که قبلا خیلی مشتاق بودن مثل ژیمناستیک یا فعالیت‌های بدنی اکراه دارن و یا اینکه در بعضی از مهمانی‌ها شرکت نمی‌کنن، به بعضی از افراد دیگه اهمیت نمیدن و باهاشون صحبت نمی‌کنن. اینها نشانه هایی هستش که به ما داره میگه که کودک ما در معرض سوء استفاده جنسی هست. گاهن هم ما میتونیم رفتارها و یا از نظر جسمانی ببینیم که در کودکمون تغییراتی به وجود اومده، مثل کهیر، جوش، سوختگی، کبودی روی پوست، خاروندن قسمت تناسلی و یا اینکه سردرد، دلدرد و گوشه‌گیری و انزوا، که باز این رفتارها میتونه به ما کمک بکنه که پی به این مسئله ببریم.
Hey, Halima. Wil jij roze marijn niet van de werken van huis? Sorry.